سلام به جلسه دومی برنامه اکسل خوش آمدید در جلسه قبل ما یک دیدگاه کلی از برنامه اکسل پیدا کردیم و همچنان فهمیدیم که برنامه اکسل یک اپلیکیشن سافت است در جلسه میم روی اینترفیس برنامه اکسل صحبت میکنیم و موضوعات مهم را اشاره میکنم و به شرطی که ریکارد تا قسمت آخر ببینیم و همچنان راه های مختلف باز کردن برنامه اکسل روش صحبت می‌کنیم به هر حال چیزی که میخوایم بر شما مشخص کنم در شروع تصمیم داریم برنامه اکسل باز کنیم یا ایسان باشه از نسخه از ورژنی که فعلا ما استفاده میکنیم آخرین ورژن ورژن 2019 برای شما توصیه میکنم که از ورژن های قبلی استفاده نکنید خودم ترینر سرتفاید از طرف مایکروسافت هستم و نظر شخصا خودی میست که شما از آخرین ورژن توصیه میشه که استفاده کنین اگر ورژن 2016 یا ورژن 2013 در کامپیوتر شما نصب باشه قن انستال کنین پس داره ورژن 2019 آخرین ورژن اینستال کنین بازم تکرار میکنم هر سوال در بخش برنامه آفیس یا هر سوال در قسمت برنامه فتوشاپ یا هر سوال در بخش دورای نتورک یا هر سوالی که مربوط علوم فناوری مربوط علوم کامپیوتر میشه حتی موضوعات که مربوط اینترنت اشیا میشه میتونین در کانال یوتیوب در هر پست کامنت کنین سوال کنین با سوالتون جواب میتم اگر خواستین که یک ویدیو آموزشی تهیه کنم در هر موردی که میخواستین میتونم برای شما در کانال ویدیو آموزشیم تهیه کنم همین حالا کانال سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی که میگذارم در دسترستان قرار بگیره و ویدیو رو لایک کنید نظر داشته باشید سوالی داشته باشید در قسمت کمین مطرح کنید فعلا آموزش برنامه اکسل هفته سه جلسه میگذارم روزهای جفت به وقت افغانستان از ساعت شش تا ساعت 9 به وقت افغانستان منتظر ویدیو باشید خب به هر حال همه دوستا در تمام کشورها مخصوصا دوستایی که در کشور ایران هستن ویدیو ما رو میبینن ازشان خواهش میکنم که اگر سوال داشته باشن سوالشان مطرح کنن و همچنان که دوستایی که در ایالات متحده آمریکا هستن و بعضی کشورهای دیگه چیزی که من از کانال یوتیوب یا انالایز اسکولی کردم بیشتر دوستای ما فعلا در کشور ایران است و یک سلام خاص خدمت دوستایی که کشور ایران هستن و یا افغانایی که کشور ایران هستن یا برادرها و راهی ایرانی ما به هر حال موفقت همه شما رو میخوایم ادامه میتیم روی بخش آموزش خود خب میخوایم برنامه اکسل باز کنیم عموما ببینین کل شما شاید بالای استارت کلیک کنین بین نوشته کنین مشخص کنین اکسل اکسل باز میکنین این راه است که معمولا وقتی ما شما رو میگیره میخوایم راه کوتاه‌تر بر شما توضیح بدم شاید دیرو هم بلد باشین کلید ویندوز آر میتونین در صورت خواسته باشین از طریق رن از طریق رن توضیحات اگر در قسمت رن میخواستین هم میتونین سوال کنید. کنین از طریق میتونم برنامه اکسل باز کنم مستقیم برنامه اکسل بین نوشته کنین اکسل انتر پرس کنین برنامه اکسل برای شما باز میشه ولی میخوایم یک راه متفاوت بگویم این راه راه ساده است که همه ما استفاده میکنیم پس معمولا برنامه اکسل میبینین با کدام حرف شروع میشه ای ما میگیم اگر کنترل و آلت فشار بگیرم بعدش هم کلید ای رو پرس کنم برنامه اکسل باید باز شود متاسفانه فعلا کنترل و فشار گرفتم کلید ای را پرس کردم میبینین برنامه اکسل باز نمیشه خب به هر حال میخوایم یک شرکت برای باز کردن برنامه اکسل خود بسازم بالای استارت کلیک میکنم بعدش می مشخص میکنم اکسل میبینین چه قضیه با بعدش هم ببینید بالا اکسل کلیک نکنین راست کلیک کنین بعدش هم شما گزینه را پیدا میکنین به نام اوپن فایل بالای گزینه مربوطه بیاین کلیک کنین لوکیشن برنامه اکسل شما باز میشه اینجا بینید چه قره. خب برنامه اکسل داریم بین بالایش راست کلیک کنین بعدش بالای گزینه به نام کلیک کنین و میبینین چقدر زیبا اینجا گزینه را ما شما داریم بنامه به نام کی. کی این بالای قسمت شرکت کی کلیک کنین کنترل اف شار بگیرین هالت اتومات فعال میشه و بعدش هم ای پرس میکنیم که برنامه اکسل در صورت که ما کنترل فشار بگیرم حالت فشار بگیرم هیره پرس کنم برنامه اکسل بعد از این باید باز شود. قبل از این نمیشود بالای گزینه بنام کلیک میکنم بعدش هم کلیک میکنم کنتینیو و, و میبینید چه قرار خوب ما راه آسانتر یعنی سهولت معمولا به وجود آوردیم راه خوبی را تعیین کردیم پس اگر ما کنترل فشار بگیرم بعد شما مال فشار بگیرم و کلید ای را کنم مطمئن باشین که برنامه اکسل برای شما باز میشه برای من میبینین برنامه اکسل باز شد ورژن که استفاده میکنم 2019 است اگر محیط سی ام دی شما باز باشه از طریق سی ام دی برنامه اکسل میتونین باز کنین ولی یادتون باشه در سی ام دی مستقیم اکسل نوشته نکنین بین مشخص کنین بگوین چی استارت شوه چی استارت شوه من مشخص میکنم اکسل استارت شوه و بعدش هم برنامه اکسل برای شما باز میشه از محیط پوینت اگر میخواستین برنامه اکسل باز کنین یا ایسان باشه یک پوینت کلیدی یک موضوع کلیدی پیش از او باید سارت نوشته کنین بعدش برنامه اکسل شما باز میشه راه های دیگه هم است که فعلا نمیخوایم وقتتان بگیرم نمیخوایم وقت, نمی وقت دو قسمت گرفته شود یعنی می موضوعات مهم بود که بر شما گفتم راه های دیگه هم است که میتونین برنامه اکسل برایتان باز کنیم به هر حال میریم روی اینترفیس روی محیط کلی برنامه اکسل به مشکل علمیش به شکل دقیق و علمیش آشنا میشیم میبینین کنترل فشار میگیرم آلت فشار میگیرم و این پرس میکنم که برنامه اکسل برای ما شما باز شود پس برنامه اکسل باز شد اولین قسمتی که میخوایم بر شما توضیح بدم یادتون باشه دا این دم ما شما صحبت میکنیم حال سوال پیش میاد کسایی که مبتدی از کجا باید کلیک کنه کسایی که تازه کار شروع میکنه ایسون باشه باید بالای موضوعی به نام چی بلینک ورک بوک شما کلیک کنین که وارد برنامه اکسل شوین به هر حال اینجا اگر کلیک کنم وارد برنامه اکسل میشم شاید سوال کنین شاید بگوین که ها بله قسمت های بعدی اینجا چیست اگه اینجا کلیک کنم چطور میشه اگه اینجا کلیک کنم چطور میشه اگه اینجا یادتان باشه اونجا فعلا کلیک نکنید اونا چیست اونا تمپلیت است با تمپلیت ها انشالله دا اینده ما شما آشنا میشیم که چطور در برنامه اکسل بتانیم از تمپلیت ها استفاده کنیم در هر حال برای فعلا باید شما بالای گزینه بالای موضوع به نام بلینک ورکبوک به این اینجا کلیک کنیم به هر حال من بالای موضوع به نام بلینک ورکبوک کلیک میکنم ولی قبل از او میبینید چقدر زیبا شاید سوال کنین که استاد اینجا چیست اینا چیست؟ اینی موضوعات که ما داریم اینجا چیست؟ پس یه ایسان باشن اینی ساحه که ما دمی اواخر مثلا این فایل امروز کار کردیم رویش باز کردیم مثلا این فایل روز گذشته باز کردیم مثلا اینی فایل ها کفته هفته گذشته باز کردیم برنامه اکسل ما کمک میکنن میگه ممکن است که باز هم این فایل ها رو باز کنین اگر اینا رو ضرورت دارین به این اینجا میبینین چه خوب, کلیک کنین و فایل مربوطه برای شما باز میشه ما کار خود از صفر شروع میکنیم پس دو سرعت بالای ما موضوعی به چی بلینک ورک بوک کلیک میکنم کلیک میکنم اینجا به هر حال ببینین چیزی که میخوایم مشخص کنم جلسه قبلی گفته بودم فایل های برنامه ورد به نام چیات میشد داکومنت و فایل های برنامه اکسل به نام چیات میشه ورکبوک و جلسه قبلی برای شما گفتم یک ورکبوک از مجموعه شیتا تشکیل شده نمیفهمی این موضوع اشاره کردم یا نکردم به هر حال ده ای ویدیو توضیح میدم ببینید چیزی که میخوایم مشخص کنم ما برنامه نوت پد پلاس پلاس باز میکنم برای شما که یک محیط نسبتا خوب تر باشه ببینید چیزی که توضیح میتونم یک فایل های برنامه ورد ما شما داریم یکم فایل های ما و شما فایل های برنامه چی برنامه اکسل داریم فایل های برنامه ورد یادتون باشه به نام داکیومنت یاد میشه و فایل های برنامه اکسل ما و شما نام یاد میشه ورک بوک یاد میشه بعدش هم شما میفهمین که داکیومنت کی است داکیومنت کی است از مجموعه صفات تشکیل شده و بعدش هم ورک بوک که از ای دیده نداشته باشین از مجموعه صفحات تشکیل نشده ورک بوک ما و شما از مجموعه چی شیت شیت ها تشکیل شده میبینین میخوایم برتون واضح کلیر مشخص کنم برنامه ورد برای شما باز میکنم زمانی که برنامه ورد برای شما باز میشه بالای بلینک داکیومنت ما میریم کلیک میکنم و بعدش میبینین یعنی داکمنت ما و شماست داکمنت شماره اک و از مجموعه صفات تشکیل شده کنترل انتر کنترل انتر کنترل انتر کنترل انتر میبینین اینجا به صورت کلی داکمنت ما چند صفحه داره پنج صفحه داره پس در دا صورت میخوایم یه فایل برنامه ورده ذخیره کنم سیو میزنم بعدش هم کلیک میکنم بالای موضوع به نام کجا میخواین ذخیره کنین مثلا برای فعلا میخوایم که در روی دسکتاپ ذخیره کنم پس سمت بالا حرکت میکنم دسکتاپ مشخص میکنم بعدش هم نامش چی باشه نامش مثلا مشخص میکنم فایل شماره یک بعدش هم بالای موضوع به نام سیو کلیک میکنم اینجا فایل برنامه ای اکسل هم ذخیره میکنم بالای فایل کلیک میکنم بعدش هم مشخص میکنم سیو بعدش هم میم مشخص میکنم چی براوز کجا ذخیره میکنین روی دسکتاپ پس می موقع خود مشخص میکنم در دسکتاپ ذخیره شود، نامش چی باشه اینو همچنان می مشخص میکنم فایل یک میبینین دو فایل فعلا ما شما در روی دسکتاپ ذخیره کردیم یکی فایل برنامه ورد و هم فایل برنامه چی برنامه اکسل اینجا میبینین فایل یک بعدش هم مشخص میکنم موضوع بعدی میبینین فایل یک یادتان باشه هیچ چیزی که اینجا شما در سمت راست اینجا میبینین این فایل برنامه برد است میگیم داکومنت از برنامه برد است اینو میگیم این فایل از برنامه اکسل است ورک از برنامه اکسل است میبینین زمانی که فایل برنامه برد اول کلیک میکنم بازش میکنم اینجا از مجموعه صفات تشکیل شده ولی وقتی که میوم فایل برنامه اکسل باز میکنم یکی از مجموعه از مجموعه صفحات تشکیل نشده اینجا میبینین از مجموعه شیت ها تشکیل شده میبینین چقدر خوب شیت یک شیت دو شیت سه سه شیت داریم ولی در دا برنامه برد اگه برین می مشخص میکنیم یک پچ دو پیچ سه پیچ اینجا میبینین چقدر خوب سه صفحه داریم سه شیت داریم برنامه اکسل یک کمی پیش رفته یعنی شیت هایی که در برنامه اکسل ما شما داریم شیت که در برنامه اکسل ما شما داریم اون معمولا برای شیت ها بعض یا و ما مخصوصا به نام اسپریت شیت امیاد کنیم می مشخص میکنیم چه اسپریت شیت اسپریت چیت به معنای چی صفای گسترده صفای اکسل که است شتای اکسل صفای گسترده است از مجموعه صفات تشکیل شده پس بعد از او شتای ما و شما از مجموعه صفات تشکیل شده اینجا می‌بینید مثلا اومدم وارد شیت چند شدم شیت یک و این شیت ما و شما از مجموعه صفات تشکیل شده محیط یک کمی کلان می کلان می‌کنم می مشخص می‌کنم مثلا ای بی نوشته کردم یا نام خود می کنم. می مشخص کنم. عارف کنترل انتر می‌بینید و من محیط چنج میکنم که داینده دا با موضوعات پیجلیات شما آشنا میشین بعدش هم یکم زوم اوت میکنم میبینین چقدر جالب هر شیت ما و شما چی؟ از مجموعه صفحات تشکیل شده آیا واقعا از مجموعه صفحات تشکیل نشده؟ شده پس ها رو ما و شما به نام سپیریت چی دیاد میکنیم و هر شیط ما و شما از مجموعه صفحات می بالای موضوع به نام کلوس کلیک میکنم زخیرش نمیکنم فایل برنامه بردم که من قبلا باز کرده بودم بستش میکنم میبینین چیز دیگه ای که شارم میکنم <تص> بیم روی موضوعات بعدی ما و شما مفصلا صحبت کنیم یادتون باشه از هر پروگرامی که شما استفاده میکنین تا که با اینترفیس با شکل ظاهری و پروگرام آشنایی کامل نداشته باشین مشکل شما رفت نمیشه محیط کلی برنامه اکسل برای شما معرفی میکنم